عرضم به خدمتتون که بچه ها امروز دو تا موضوع رو با هم دیگه فالو میکنیم. هم موضوع هندسه تعلیم رو امروز دنبال میکنیم، هم موضوع حسابان مشتق رو امروز با هم دیگه دنبال میکنیم. خب میخوام بریم سراغ سهمیات بگیریم مثل دایره بدون فرمول. بریم با هم دیگه. من اول یه دوری بزنم سهمیه سال دهم و یازدهم یه مرور خیلی سطحی، بعد بیام سراغ سهمیه هندسه تحلیلی و ارتباطش رو با هم دیگه به دست بیاریم. بچه یادتون میاد y مساوی با x2 یه سهمی بود دهنش رو به بالا بود، آها این خاطرتون هست. بعد y2 اگه مساوی با x در نظر بگیرم میشه یه سهمی افقی دیگه، میشه یه شکل اینجوری که بهش میگفتیم تابع نیست. آه چون تابع نبود خیلی هم کاری بهش نداشتیم، شما با سهمی کار داشتید که دهنش رو به بالا یا پایین بود، میگفتیم خندون و گریو. حالا همون سهمی که توی هندسه توی حالا حسابان داشتیم یا توی ریاضی دهم داشتیم، الان میخوایم دید هندسه تحلیلی بهش بدیم، یعنی اصلا کاری به تابع بودنش نداریم و با دو نوع سهمی اینجا روبرو هستیم. یکی سهمی قائم، یکی سهمی افقی. خب توی سهمی قائم افقی ببینیم چه اتفاقی رخ میده. بچه توی سهمی چیزی که میخوام همین الان اول کار متوجه بشیم، توی سهمی قائم x به توان 2 میرسه، y مساوی x رو بیار تو ذهنت، توی سهمی افقی y به توان 2 میرسه. پس اگر y به توان 2 بود میگم سهمیم افقیه، کنارش می‌نویسم y2. اگر x به توان 2 بود سهمیم قائمه. این دوتا قابل درکه. خب حالا سهمی که توی هندسه تحلیلی داریم یه سری پارامترها داره، یعنی پارامتراش مفصلتر از سهمیه توی حسابانه. اول بریم سراغ سهمیه قائمی که میشناسیمش. بچه سهمیه قائمی یه شکل اینجوری داره. خب یه سری پارامتر تعریف میشه توی هندسه تحلیلی، به این میگن F، بهش میگن کانون سهمی. S بهش میگن رأس سهمی، قبلا هم داشتیمش. رأس سهمی رو با آلفا و بتا نشون میدم و به این خطه میگن که خط هادی، هدایت کننده. آن بهش میگن خط هادی با هد و چشم. خب چیزی که توی سهمی ها خیلی برام مهمه این سه تا پارامتر F، کانون، S، رأس، دلتا یا همون خط هادی. خب بچه ها همیشه کانونه داخل سهمی قرار میگیره، خط هادی بیرونش قرار میگیره. خب حالا این فاصله ای که من دارم با پی نشون میدیم، توی سهمی بهش میگیم فاصله کانونی. خب فاصله کانونی. حالا توی این سهمیه قرار بوده x به توان 2 برسه. خب پس میگم معادله سهمی قائم رو میخوام بنویسم. معادله سهمی قائم میشه x منهای آلفا به توان 2، آلفا چیه؟ طول رأس سهمیه، مساوی با 4π در y منهای بتا. بتا چیه؟ عرض رأس سهمیه. خب حالا پس مشخصه که آلفا و بتا مختصات رأسن، اون 4π در y منهای بتا، π که میشه فاصله کانونیش، حالا میخوام تشخیص بدم که سهمیم رو به بالاست یا رو به پایینه. اگر ضریب پشت پرانتزه این 4π این مثبت باشه مثل الان، میگم دهنش رو به بالاست، یعنی خندونه. اگر ضریب منفی باشه میشه دهنش رو به پایین، پس این میشه سهمی قائم دهن رو به بالا. سهمی قائم دهن رو به پایین برامون بکش، میگم میشه x
منهای آلفا به توان دو میشه منفی 4 پی در وای منهای بتا. خب حالا اگر من بخوام سهمی رو افقی معادلش رو بنویسم، وای باید به توان دو برسه، پس میشه وای منهای بتا به توان دو مساوی با 4 پی در ایکس منهای آلفا. اگر ضریب پشت پرانتزه مثبت باشه، دهنم رو به راسته، یعنی سهمیم اینجوریه، خط حادی میفته اینجا، این دلتا، کانونم که اینجاست. اگر ضریب پشتش منفی باشه میشه وای منهای بتا به توان دو منفی 4 پی در ایکس منهای آلفا. این میشه دهنش رو به چپه، رو به منفی هست. خب داخلش میفته F و اینجا میفته دلتا. پس چهارنوم معادلی سهمی هیچ کاری نداره. یک بار با هم دیگه مرور بکنیم. این 4 پی که پای ثابتشه، اگر X به توان دو برسه قائمه، اگر Y به توان دو برسه بچه ها افقیه. اگر ضریب پشتش مثبت باشه تو قائما، خندونم رو به بالا، منفی باشه گریونم رو به پایینم، توی افقیا مثبت باشه دهنم رو به راسته، رو به مثبتا، و اگه منفی باشه دهنم رو به منفی است. بچه‌ها کلا این منفی مثبته مشخص میکنه که دهنم رو به مثبتا است یا دهنم رو به منفی است. ها این مشخصه. خب این از این. پس یاد گرفتم که معادله سهمی تو هندسه تحلیل چطوریه. مثلا اگه به هم گفت که x منهای 1 به توان 2 مساوی با y به اضافه 1، بچه ها این سهمیه اول به هم بگید که مثلا قائمه یا افقیه. اینجوری راحت تر اول بهم بگید قائمه یا افقیه. افقیه. نگاه اول مشخصاتشو بکشونیم بیرون. چرا افقیه یا قائمه؟ نگاه وای مصاحبه با ایکس دو، وای مصاحبه با ایکس دو قائم بود، پس درستش کنید قائم، اشتباه نکنید. خب میتونید اگر x به توان دو برسه گفتیم که قائمه، مثل y مساوی با x دو خودمون. از یه طرف دیگه حالا که قائمه، قائمه خندونه یا گریونه؟ یه نگاه کن، خندونه، پس رو به بالا هستش که اینجوری داره. بعد مختصات رأسش رو بهم میگید چقدر میشه بچه ها؟ اسش میشه چقدر؟ یه لحظه به ریشه ها نگاه کن، این ریشه چنده؟ یک. این اگه یه پرانتز بذارم پشتش ریشه چنده؟ منفی یک. آفرین. پس میشه یک و منفی یک. خب بچه ها همیشه پشتش هست 4 پی. الان 4 پی ضریب پشت پرانتز اینجا برابر با چند بوده؟ اینجوری بنویسم شاید بهتره. 4 پی برابر با 1 بوده. پس پی بوده چقدر؟ پی بوده برابر با 1/4. اینم قبوله. پس فهمیدم مختصات کانون و اینا رو الان میتونم به دست بیارم. چطوری؟ بچه‌ها کانون اینجاست. خب F، خب مختصات F رو به من بگید چقدر میشه؟ 1/4 برو بالا، 1/4 از S برو بالا، طولش که تغییر نمی کنه، عرضش 1/4 برم بالا میشه چقدر بچه ها؟ منفی 3/4. آفرین. خب بعد معادله خط حادیش میشه چقدر؟ 1/4 بیا پایین، دلتاش میشه Y مساوی با چند؟
منفی یک منهای پنج چهارم، آفرین. پس منهای پنج چهارم. اگر بتونیم معادلش رو اینجوری تشخیص بدیم خیلی راحت میشه، خیلی خفن میتونم حلش کنم. آره، پس یه سهمی که بده میتونیم همه چیش رو از توش بکشونیم بیرون. اول قائم افقیش رو تشخیص میدم، بعد میرم ببینم که رأسش چقدره. رأسش رو که به دست آوردم میرم پی یا فاصله کانونیش رو به دست میارم. فاصله کانونیش رو که به دست آوردم با فاصله کانونی میرم بالا، با فاصله کانونی میام پایین. همونجور که خدمتون عرض کردم این فاصله ها برابر با پیه، این تیکه برابر با پیه. خب حالا میخوام شما بهم بگید من معادله چی رو نفهمیدی؟ سه چهارم رو نفهمیدی؟ نگاه سه چهارم منفی سه چهارمه ها، نگاه این نقطه رو در نظر بگیر، قبول داری این نقطه ارزش منفیه که؟ بعد قبول داری که به اندازه پی میرم بالا میخورم به اف، به اندازه پی بیام پایین میخورم به هادی. پی مون بوده یه چهارم، به اندازه یه چهارم از منفی یک برو بالا میشه منفی سه چهارم دیگه. اوکی خفن. خب بچه من یه سری سهمی بگم شما بگید که چی به چیه چه جوریه. مثلا وای به اضافه دو چه جوری میشه؟ وای به اضافه دو به توان دو باشه برابر با 4x. کی میاد بالا برام توضیح بده همه چیشو بکشونه بیرون؟ بیاد یکی بیاد بالا یه ریکوست بدید، بیاد با همدیگه باز بحث کنیم مثل هفته پیش، اگه جایش اشتباه بود با همدیگه اصلاح کنیم. میکروفون یکی بیاد، کی میاد؟ ستوده چطوری؟ سلام استاد. سلام سلام سلام، عصر بخیر. عصرت بخیر، برو تا بریم ستوده. هر چی بگی من با هم دیگه آره یا اصلاحش کنیم یا قبول کنیم. خب میدونیم که افقیه. خب هر کدومش هم که میگی آفرین. خب بعد دهانش رو به راسته چون ضریب x هم مثبت. آفرین. خب خب حالا اسش به میگی چقدره؟ اسش ستوده اسش میشه صفر رو آفرین منفی دو. آفرین. خب اسش آوردیم ستوده صفر رو منفی دو. حالا برو برام بگو که افش چنه با توجه به این زر، این ضریبه رو نگاه کن. پیمون که یکه چون چهار عوض نشده پس پیمون یکه. آفرین. چهار پی بوده برابر با چهار پس پی بوده یک. خب پس اف چنده؟ یکی بیا جلو. حالا افمون باید چهار تا بریم در واقع سمت راست. نه چهار تا نه، یکی باید سمت راست. یکی یکی میشه یک. آفرین. یک و منفی دو در واقع. خب دلتامون چنده اینجا؟ دلتامون هم منفی یک. ایکس مساوی با من. مرسی عالی، خیلی هم خوب. مثلا باشه این قسمت رو یاد بگیریم کل سهمیه تمومه ها. حالا ببینید چقدر سوالاش آسون میشه. ایکس منهای سه به توان دو منهای چهار در مثلا وای به اضافه دو. هی من معادله بنویسم شما باید بگید. کی میاد بالا؟ سلام. سلام استاد. سلام. بله بله. خب خانم نایینی بهم میگی افقی یا قائمه؟ خب چون که x به توان دو رسیده که قائمه. آفرین. بکنم به خاطر اون منفی چاری که اون ور هست به رو به پایین باید باشه. قبوله. بعد خب الان اسش رو به دست بیارم. آره. خب
اسش طولش که میشه 3، اون یکی هم میشه ریشش. منفی 2. آره آره شک نکن، ریشش، ریشه پرانتزا رو به دست بیاریم بچه های میشه. خب حالا بعدش پی رو باید به دست بیاریم. مثلا من پی رو نفهمیدم چجور اومد. نگاه، ضریب پشت پرانتز چیه؟ خب منفی 4. قرار بود 4 پی باشه دیگه. پی آره. میشه به اندازه، چون پی عدد مثبته، پی فقط اندازه است، فاصله کانونیه، پس پیت برابر با 1. چون منفی بود. آره چون نگاه، پی که همیشه عدد مثبته، منفی بودنش رو به پایین بودنش رو داره بهمون میگه. 4 پیت که برابر با 4 باشه، همیشه پشتشو بذار زد، پیت 1 اندازه ای. حواست باشه پی همیشه اندازه است. خب حالا افو به این میگی، چون که روز به پایینه پس میشه به اندازه پی بیا پایین. اون که همون 3 که میمونه، اون میشه منفی است. آفرین. دلتامون اینجا چنه؟ اونم به اندازه پی باید این بالا دیگه. آفرین. اون باز همون 3 میمونه، اون میشه منفی 1. وای مصایب با منفی 1. خب مرسی دیگه، خواهش میکنم. مثلا ایکس منهای 3 به توان 2 مساوی با 8 در وای به اضافه 1. کی به میگه؟ خوبه همین جوری یه معادل نوشتیم. ما اف رو نفهمیدیم. شجاعی فرد اف اف نگاه، پی رو قبول داری یکه؟ خب پی که برابر با یکه، یه نقطه اینجا داری؟ به دست من نگاه کن اینجا، بعد یه واحد اون میاد پایین ترش. وقتی یه واحد میاد پایین ترش یعنی عرضش تغییر میکنه دیگه. 4 پی میشه ضریب پشت پرانتزت. 4 پی میشه ضریب پشت پرانتزت. خواهش میکنم. کی اینو به من میگه؟ چی نوشتم؟ کجا نوشتم؟ خب تا چطوری؟ سلام. یکم بلندتر. مرسی. خب تا برو تا بریم. صدات خیلی ضعیفه، تقریبا ندارم. عمودی هست و خندونه. خب عمودی از خندونه، قبول. طول رأس سمی میشه 3، ارزش هم میشه منفی 1. آفرین. خب پیمون میشه 2. پیمون میشه 2. بچه که تو پی مشکل دارن نگاه، اینو همیشه بگیر 4 پی که از اینجا پی به دست میاد میشه 2. خب حالا برای قانون باید بالا میشه چقدر؟ 3 و 1. 3 و 1. خب دلتامون میشه چقدر؟ 3 و منفی 2. 3 و 2 تا بیا پایینا. 2 تا منفی 3. وای مساوی با منفی 3. یه خط افقی دیگه. وای مساوی منفی 3. مرسی. خب بچه این اوکی، از این معادله خارج بشم، میخوام به هم ریختش رو الان بریم درست کنیم. خب اوکی می تو این قسمته، بحثی نداریم با هم. ها مثلا به میگه که x2 به اضافه 8x به اضافه 4y مساوی با 0. بچه خوب به من گوش بکنید، نگاه کنید،
میخوام ببینم که اول معادله چیه، چون یه دونش توان دو داره یه دونش توان دو نداره، x توان دو داره ولی y توان دو نداره، پس سهمیه. این حواسم باشه، پس تشخیص میدم سهمیه. واسه که سهمی بشه بیا از این درجه دو مشتق بگیر صفر بذار، از این درجه دو بچه مشتق بگیریم میشه 2x عین دایره به اضافه 8 مساوی با صفر، پس xش میشه چقدر؟ میشه منفی 4. خب حالا xش که میشه منفی 4، بنویس x به اضافه 4 به توان 2، یعنی یه توان 2 مینویسم که ریشش باشه منفی 4. خب مثبت 4 وای رو ببرم اون طرف میشه چقدر بچه ها؟ میشه منفی 4 تا وای. خب همیشه مثل دایره مربع کامل این عدده رو چون توان 2 داره بنویسیم اون طرف، 4 به توان 2 بنویسم با یه رنگ دیگه میشه چقدر؟ میشه 16 تا. حالا یکم شیکترش کنیم، میشه x به اضافه 4 به توان 2 ضریب y رو که بخوام بکنم 1، همیشه ضریب y رو میکنم 1، از یه منفی 4 فاکتور میگیرم میشه y منهای 4. خب حالا سهمیه دیگه رو میشه بچه، سهمیه افقی عمودیه، y مساوی با x2 قائمه، sش چنده؟ sش میشه منفی 4 مثبت 4، پیش چنده؟ پیش هم میشه 1 و بقیه جریان. حالا به این میگن استاندارد سازی، یعنی اومدم سهمی رو استانداردش کردم. خب حالا من از اینجا به بعد یه پله میریم جلوتر، سهمی گسترده رو بهتون میدم، به این میگن معادله گسترده. میخوام یاد بگیریم بدون هیچ فرمولی با مربع کامل سازی بکنیمش استاندارد، بعد استانداردش که کردیم همه چی رو از توش بکشونیم بیرون. کی میاد با هم استاندارد کنیم بعدی رو؟ اینو اگه میخواید یه عکس بگیرید. پس یه بار دیگه یه بار با هم مرور بکنیم، اول میام اون درجه دو رو مشتق میگیرم، ریشش رو به دست میارم، بعد همون درجه دو رو به صورت مربع کامل مینویسم، میبرم یه طرف، مربع عدده رو اون طرف سمت راستش مینویسم، همون رنگ سفیده، بعد همیشه ضریب y یا x درجه یک رو میکنم ضریبش یک، یعنی فاکتور میگیرم که 4p پیدا بشه، 4p که پیدا بشه پی پیدا میشه. شیوا هستی؟ سلام. سلام، مرسی. 4y منهای 3x به اضافه 14 مساوی با 0. نظر چیه شیوا؟ خب اصلا عجله نکنم، برو تا بریم. مشتق بزنیم از این میشه 4y به اضافه 4 برابر با 0. خب وایمون میشه منفی 1، از قبل بنویسیمش وای به علاوه 1 به توان 2. این ضریب 2 رو بذار پشتش دیگه شیوا، این هر ضریبی داشت پشتش می‌نویسم دیگه، 3 بود 3 می‌نوشتم، 2 2 می‌نویسم. خب بعد اون طرف که 3 منهای 14، چون که این طرف یه واحد اضافه کردیم از اون طرف هم باید یه واحد اضافه کنیم. اینجا نه یه لحظه نگاه، 1 به توان 2 میشه شیوا چقدر؟ 1. یه ضریب 2 هم داره دیگه، چقدر اضافه کنم؟ دو واحد. دو واحد. خب پس میشه 2 در y به اضافه 1 به توان 2 مساوی با 3x منفی 14 به اضافه 2 هم میشه منفی 12، درسته؟ خب حالا یکم باز مرتب ترش کنیم شیوا با هم، از تو سمت راست از چی فاکتور بگیرم؟ از یک سفر آفرین، می‌نویسم 3 دوم x منهای 4، چون توان اون یه ضریب 2 داشت دیگه تو سمت چپ اینو. خب شیوا افقی یا قائمه؟
افقیه چون که داریم وای دو برابر وای. خب پس افقیه. بعد لطف میکنی بهم بگی که اسش چنده؟ اسمون هم میشه منفی یک و چهار. چهار و منفی یک، حواست باشه. اول ایکس بعد وای. خب پی رو بهم بگو چقدره؟ خب چهارتیمون برابر شده با سه دوم، پس پیمون میشه سه. سهشتم. مرسی شیبا. مرسی. خب اینم یه دونه دیگه. کی بعدی میاد؟ ملیکا هستی؟ کجای ملیکا؟ باش. یکی دیگه بنویسیم، مثلا ایکس دو منهای چار ایکس به اضافه دوای به اضافه پنج مساوی با صفر. کی میاد با هم دیگه درستش کنیم؟ بچه میکروفونیا یکی بیاد، یکی بیاد با هم استاندارش کنیم. تقوی، شادفر، فریدونپور بیاد، بذار تقوی رو بیاریم در کنیم. صدامو داری تقوی؟ ها من صدا تو ندارم. بچه های دیگه؟ آره آره الان آره دارم. خب اول نسبت به ایکس مشتق میگیریم که یکم بلندتر میگی تقوی. من فخاری مستاد حالا اگه میدونید دادم. برو برو بیا 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 فخاری بیا. نسبت به وای نه دیگه، نسبت به وای مشتق نمیگیرم، فقط نسبت به درجه دوه. وای دو توان دو. خب منفی دو وای منهای پنج به اضافه چهار. خب میشه منفی دوای منهای یک، پس میشه ایکس منهای دو به توان دو منفی دو وای به اضافه یه دوم. قبوله؟ قبوله. حالا پیمون میشه اس رو به این میگی اول عمودیه یا افقیه؟ تا عمودیه. خب پیش میشه چقدر؟ میشه یه دوم. بعد دهنش سمت راست یا سمت چپه؟ عمودیه. رو به بالاست رو پایینه؟ پایینه. پایینه. مرسی. خب یکی دیگه پاشید بیاید. حسینی، شجاعی فرد، پاشید بیاید با هم دیگه کم مربع کامل سازی کنیم. چطوری؟ شاد فرد، داری صدامو؟
جای فرداری صدامو. سلام سلام، چطوری؟ ممنونت. قربونت بریم؟ بله. به اضافه 4x به اضافه 23 مساوی با 0. خب برو تا بریم. اول جمع 3y2 منهای 6y مشتق میگیریم، همیشه 6y منهای 6 که y میشه 6. قبول. خب الان یه تعداد میشیم که یک من نه سه تا سه تا وای منهای یک قبوله به توان دو مساوی منفی چار ایکس منهای 23. خب یه عدد مربع کامل هم بر اون طرف میشه یک چهار تا به علاوه چهار باید. نه 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 نگاه نگاه، این به توان دو میشه چقدر؟ خب یه ضریب سه هم داری دیگه. خب مرحله بعدی چی؟ میشه سه تا وای منهای سه توان دو مساوی منفی چار ایکس منهای دو. بعد الان هم باید سه تا از یه چهار فاکتور از یه منفی، چون همیشه باید ضریب درجه یک رو بکنیم یک. خب حالا مرحله آخر میشه وای منهای یک به توان دو منفی چهار سومه که ضریب پشت پرانتزش هم بشه یک. خب شاطر، الان بهم بگو که اف چون که وای به توان دو رسیده افقیه. قبوله. بعد الان چون که منفی اومده پس رو به پایینه. افقیه. افقیه سمت چپه. آفرین. آره آره. خب بعد اسمش میشه یک و منفی پنج. منفی اول ایکس ها. اول ایکس عجله نکنی. منفی پنج. خب پیمون چنده؟ دیگه پیش هم میشه پیش میشه سه. نه نه نگاه، چهار پی بوده چهار سه با. پی میشه چقدر؟ یه سوم دیگه. قبول داری؟ میشه یک سوم. مرسی. خب حالا بریم یکم یکم از توش اطلاعات بیشتر بکشونیم بیرون. کی بعدی رو میاد؟ بعدی 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 یکی درخواست بده بیاد بالا. کی میاد؟ ستوده میای؟ شیوا میای؟ ناینی؟ حسینی؟ بیا زنده باد. چطوری؟ سلام، خوبی؟ سلام، برو تا بریم. خب اول که از این مشتق میگیریم میشه 2x منهای 2 مساوی با 0، پس xمون مساوی با 1. خب بعد میشه x منهای 1 به توان 2 خب مساوی با 8y به علاوه 7، چون اینجا یه یک داریم، یک به توان 2 اونجا اضافه میکنیم به علاوه 1. آفرین. بعد مساوی میشه x منهای 1 به توان 2 مساوی میشه با
8 وای به علاوه 1، خب چون که ایکسمون به توان 2 رسیده پس قائمه، آفرین. و چون ضریب پیمون مثبت ضریب پیمون مثبت رو به بالاه، آفرین. بعد 4 پیمون مساوی با 8، پس پیمون مساوی با 2، آفرین. اسمون میشه 1 و منفی 1. آفرین. دیگه اف رو به هم میگی چقدر میشه؟ اف خب الان باید یک واحد در واقع به وایش، نه دو واحد به وای اضافه بشه، پس میشه 1 و 1. خب آفرین. و خط حادیش هم که میشه منفی 3. وای موس، آفرین، عالی، تمام شد، مرسی. خواهش میکنم. خب مثلا کی میاد بعدی رو؟ نگاه کنم. سلام مجدد. سلام سلام، بریم وای دو منهای دو وای منهای چار ایکس منهای پنج مساوی با صفر، همه چیشو بکش بیرون. خب از وایاش مشتق بگیریم میشه دو وای منهای دو مساوی صفر، پس وای مساوی با یک میشه. آفرین. بعد می نویسیمش که وای منهای یک به توان دو مساوی میشه با ایکس و پنج رو میبریم اوبر، چه چهار ایکس به اضافه پنج، یکم که به توان دو برسه به روبر میشه به اضافه یک، که ادامهش داریم که دیگه دیگه منهای یک به توان دو مساوی میشه با چهار ایکس به اضافه شیش، که دو که چهار ازش فاکتور بگیریم میشه x به اضافه 3 دوم. خب حالا این چون y به توان دو رسیده افقیه، خب بعد رو به راست هم هست، خب sش هم میشه منفی 3 دوم و 1. قبوله. fش چی؟ پیش هم که مساوی با 1ه، پیش هم fش از افش که یکی بابریم به سمت راست که میشه منفی 1/2 و 1. قبوله، آفرین. بعد خط حادیش هم یکی بابریم دوباره ای بر سمت چپ، یعنی میشه منفی 5/2 و 1، یعنی در واقع میشه بخشی یک میام، یعنی میشه نه ایکس 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 مساوی با منفی 5/2. مرسی. خب بله بله بیا. اینو گفتی شو جایفه های بود. خب خب حالا بچه ها فرض کنید اسمون باشه برابر با 3 و منفی 1، پیم افمون باشه برابر با 1 و منفی 1، معادلی سهمی رو بهم بگید. معادلی سهمی کی میاد بالا؟ کی میاد بالا؟ کی میاد بالا با هم معادله بنویسیم؟ آسونه، اصلا نترسیم، این قبلی است. استاد من بیام؟ بیا بیا. خب یکی به خاطر این که دوتاش منفی یکه پس چیز بوده، این افقیه. خب 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 بعد چیزم هست، افقی دهن چپی افقی دهن راسته. نگاه من سو
سه و منفی یک مثلا نه اگه سه و منفی یک اینجا باشه، یک و منفی یک میشه قبلش دیگه، یعنی اف میفته اینجا. حالا من گفتم همیشه سهمی میره تو دهنش. آره پس آره به سمت چپ. آفرین. خب حالا پیمون چنده الان اینجا؟ فاصله این دوتا چنده؟ این چاره که پیش یعنی میشه دو. پیش میشه دو. آفرین. خب حالا معادلش رو به این بگو. چون افقیه کی به توان دو میرسه؟ چون که افقیه وای به توان دو رسیده. خب بعد پس انگار داریم وای منهای بتا به توان دو. نه مساوی بود وای به اضافه یک به توان دو. آره وای به علاوه یک به توان دو مساوی میشه با چهار تا پی. اینجا پی چنه؟ چهار تا پی پی دو پس میشه هشتا. آفرین. ایکس منهای سه دیگه که ریشش بشه سه. منهای سه قبول داری؟ مرسی بچه. معادل نویسی اوکی جونم؟ نه هیچی گفتم. ممنون از شما. نه خواهش میکنم. خب یکی دیگه بیاد بالا. کی میاد بالا؟ ای من بیام باشه عوضش کنم ببینید نظرتون چیه. اس رو بگیریم مثلا منفی یک و یک. خط هادیمون هم بگیریم ایکس مساوی با منفی دوم. حالا کی میاد برای من یه سری سوال ازش بپرسم؟ کی میاد؟ کی میاد؟ نترسید. سلام. 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 بله بله. خب به هم فاصله کانون تا خط هادی رو میگی؟ فاصله کانون تا خط هادی میشه چی اصلا؟ میشه دو برابر پی. آفرین. خب اسد بوده منفی یک و یک، هادیت هم بوده ایکس مساوی با منفی دوم. وقتی بوده ایکس مساوی با منفی دوم سهمیه افقی بوده یا قائم بوده؟ قائم. نه افقی. آها آفرین. پس ایکس مساوی با منفی دوم رو در نظر بگیرید. این باشه ایکس مساوی با منفی دوم. رأست کجا بوده؟ بوده منفی یک. خب رأس بوده منفی یک و یک. قبول داری منفی یک سمت چپ منفی دومه؟ آره. یعنی یه شکل اینجوری داشتی دیگه. آره آره. خب پس اینم بوده منفی یک و یک. حالا فاصله کانون که اینجا باشه تا خط هادی رو بهم بگو. میشه یک. میشه یک. آفرین. به میگی چرا؟ یه دوم فاصله مرکز تا خط هادی یه دوم هم اون بر باید باشه میشه یک. میشه یک. خب حالا مختصات کانون سهمی رو به میگی؟ منفی سه دوم یک. منفی سه دوم یک. آفر. معادلی سهمی رو به میگی؟ x به علاوه یک به توان دو. نه دیگه اگه x به توان دو برسه که آه وای وای آره وای به علاوه منهای یک به توان دو. آها منهای یک به توان دو مساوی با منفی دو تا x به علاوه منفی دو تا x به اضافه یک. موافقم. آه. مرسی بچه. این هم با هم موافقید؟ این هم همه موافقیم؟ بریم هی عوضش کنیم. آره
اس رو بگیریم برابر با مثلا دو و سه، خط هادی رو بگیریم وای مساوی با چهار. معادلش رو به این بگید، مختصات کانونش رو به این بگید. من یک دقیقه بهتون فرصت بدم، الان میام یه چند لحظه. خب معادلی سهمی رو می‌خواستی بنویسیم، کی میاد بالا معادلی سهمی رو برامون بگه؟ معادلی سهمی تو این قسمت چی میشه؟ دو قسمت بودیم، میشه x منهای 2 به توان 2 مساوی با منفی 4 در y منهای 3. کانونش چقدر میشد بچه ها؟ کانونش هم میشه 2 و 2. هم عقیده ایم با؟ آره بریم سریع. خب باشه یه معادله سهمی بگید که خط x مساوی با 4 هادیش باشه، کانونش باشه 2 و منفی 1. خط x مساوی با 4 هادیش باشه، fش باشه 2 و منفی 1، چی میشه؟ کی میاد بالا؟ x مساوی با 4 این باشه x مساوی با 4 2 منفی 1 هم باشه f. خب خام ناینی میای بریم با بله. خب من بریم. شکلش آره خب این شکلشه. بعدش خب این x مساوی با 4 اون ور 2 پس پیش میشه 1. آفرین آفرین. پس اینجا 1، اینجا هم 1، پس پیش میشه 1. خب اسش رو باید به دست بیاریم. بعدش چون که حالا اسش واسه اسش اون که همون منفی 1 هست. ها منفی 1 قبوله قبوله. نه منفی نیست ببخشید. خب آره اون منفی 1 ایکسش میشه چند؟ میشه 1. آره نه نه از 4 یه دونه بیا چپ. نه آره میشه 3. از 4 یه دونه بیای چپ 3 هست دیگه. خب بعد پس چون که افقی هم هست باید بس. خب استاد الان میگیم که چون که افقی داره وایش به توان 2 رسیده در واقع، پس جواب میشه وای به علاوه 1 به توان 2 مساوی میشه با x منهای منفی 4 منفی x 4 تا منفی 4 x منهای 3. آره اون x منهای. خب مرسی. خب بریم سراغ بچه سهمی. یه سهمی افقی من بکشم
مثل این کانون رو مشخص بکنم مثل F. خب به این قسمته که کانون روش قرار میگیره به این میگه محور کانونی. خب محور کانونی که من داشته باشم میدونم این فاصله میشه برابر با پی، این فاصله هم تا خط اون طرف که دلتا باشه میشه برابر با پی. حالا اگر من بیام یه وتر بکشم که از کانون بگذره بخوره به دوور سهمی، به این وتره میگن وتر کانونی سهمی. وتره کانونی سهمی. خب خوب باید گوش کنید بچه ها. طول وتر کانونی سهمی همیشه میشه برابر با 4 تا پی. میتونید دلیلشو پیدا کنید؟ طول وتر کانونی یعنی اگر اینجا رو من M بگیرم، اینجا رو N بگیرم، MN هم میشه برابر با 4 تا پی. دلیلش میدونید چیه؟ یه لحظه روش فکر بکنید. ها مشخصی یا نیست؟ آسونه ها. نگاه بچه قبول دارید این فاصله، نگاه من بیام با این رنگ مشخص کنم که این فاصله قبول دارید میشه برابر با دوتا پی با توجه به زیرش؟ اینجا پیه، اینجا پیه، قبوله؟ این قابل درکه، مشخصه. بعد قبول دارید که این فاصله اینجوریه که هر نقطه روی سهمی فاصلش از خط حادی و کانون با هم برابره. چون نقطه M روی سهمی قرار گرفته پس فاصلش از خط حادی 2π باشه، فاصلش از این کانون هم میشه برابر با 2π. باز تکرار میکنم، هر نقطه روی سهمی قرار بگیره فاصلش از کانون و خط حادی با هم برابره. مثل اینجا که اگه اینجا قرار بگیریم فاصله شون میشه پی و پی، اگر کلشو مثل نقطه امو در نظر بگیریم میشه دو پی. خب این فاصله افق عمودی اینجا میشه برابر با دو پی. دو پی و دو پی طول وتر کانونی میشه چند پی؟ میشه 4 تا. قابل درکه، مشخصه ها. خب اینم وتر کانونی سهمی. خب سهمی دیگه تمومه. یه سری سوالات مثل حالا معادله مماس بر سهمی یا قائم بر سهمی وجود داره، مثل مشتقه. خب مثلا من یه مثال جوری اضافه کنم، مثلا نقطه ای از سهمی به معادله x2 به اضافه 4x مساوی با 2 در y به اضافه x را بیابید که مماس بر سهمی در آن نقاط با محور ایکس ها زاویه 45 درجه بسازه. خب
بریم بچه، چون اسم مماس آوردیم یا مشتق میگیرم، مشتقش میشه چی؟ میشه دو ایکس به اضافه چهار مساوی با مشتق وای هم میشه وای پریم، مشتق دو ایکس هم میشه دو. اینو قبول دارید؟ مشخصه. پس از اینجا اگه بخوام وای پریم رو به دست بیارم میشه برابر با ایکس به اضافه یک. خب حالا اگه بخواد زاویه 45 درجه بسازه، یعنی زاویه 45 درجه تانجانت 45 رو بعد در نظر بگیرم دیگه، تانجانت 45 درجه برابر با چنده؟ میشه برابر با یک. درسته. یه نقطه دلخواه روی سهمی در نظر بگیرم، نقطه دلخواه روی سهمی مثلا نقطه M طولش باشه x صفر، عرضش هم باشه y صفر. پس شیبش که y پریم تو نقطه x صفر میشه x صفر به اضافه یک. از یه طرف دیگه تانجانت 45 هم میشه شیب دیگه، این شیبه چون مشتقه، اینم شیبه چون تانجانته. پس این دوتا باید با هم برابر باشن. پس میگم یک مساوی با x صفر به اضافه یک. مشخصه که x صفر هم میشه برابر با چند؟ میشه صفر. یعنی طول نقطه که میتونم مماس رأس کنم x صفرش برابر با صفر بوده. خب اگر بیام تو معادله x صفر رو بذارم صفر تو معادله اصلی، y صفر هم میشه چند؟ y صفر هم میشه برابر با صفر. درسته؟ پس x صفر صفره، y صفر هم صفره، پس نقطه‌م بوده صفر و صفر. پس نقطه صفر و صفر بوده که اومدم مماس بر سهمی رأس کردم زاویه 45 درجه داره میسازه. یه سری سوال ترکیبی اینجوری هم میتونه بهمون بده، یه سری سوال ترکیبی این مدلی هم میتونه مد نظر قرار بده. خب این هم از این. از سهمی خارج بشیم؟ سهمی سوال نداریم بچه ها؟ سهمی هیچ سوالی نیست؟ بچه ها سهمی سخت که نبود بود؟ یه لحظه. بله بنویسی. بله اینو توضیح بدم. نگاه ستوده، چون گفته بود معادله این مماس، من اومدم از طرف این مشتق گرفتم، رسیدم به این معادله. خب وای پریم همیشه میشه شیب خط مماس بر منحنی دیگه تو مشتق. من مختصات نقطه روی سهمیه رو گرفتم x0 رو y0، گفتم پس شیب خط مماس تو اون نقطه میشه x0 به اضافه 1. چون میخواد با محور x زاویه 45 درجه بسازه، از یه طرفی شیبش میشه تانجانت اون زاویه که داره میسازه، یعنی میشه برابر با یک. خب پس این با مشتقه که شیب خط مماسه باید با هم برابر باشن. وقتی با هم دیگه مساوی بذارم، نقطه یک پارامتری رو که گرفته بودم x0 و y0، x0ش میشه 0، میذارم توی صورت سوال y0ش رو به دست میارم که میشه 0، پس میشه 0 و 0. نگاه حالا خدا رو شکر حالا نمیتونم بگم، ولی خیلی دستش تو این قسمت باز نیست. میدونی چرا؟ چون که خیلی از سوالا درگیر مشتق ضمنی میشید. مشتق ضمنی از کتابتون حذف شده و نمیتونه خیلی بهتون سوال بده تو قسمت مشتقه، یعنی مشتقه رو بیاد ترکیب کنه با سهمی. تو این قسمت دستش بسته در همین حد. اینم هم یه مثال من زدم که اگه جای 1% دیدید فکر نکنید چیز عجیب غریبیه، وگرنه خب چون مشتق ضمنی داخل کتاب نیست تو این قسمت نمیتونه خیلی بهمون سوال بده. برم سراغ بیزیک.